ساختیم، الان آماده است. من روی این میخوام کلیک بکنم، میخوام یه دونه به این اضافه بشه. خب یه چیزی هم هست، الان یکی به هم میگه اینجا 10 تا بایه، 10 تا مثلا کلمه خرید وجود داره، چرا ما میریم تو این وبسایت ها مثلا من روی چیزی کلیک میکنم بعدا میرم روی محصولی کلیک میکنم، وقتی میرم تو صفحه پرداخت اینا قشنگ تفکیک شده. عزیزم از رو آیدیه، شما آیدی و بحث دیتابیس رو نمیدونید، وقتی که طرف روی این کلیک میکنه 100% یه آیدی داره، اون یکی رو روش کلیک میکنه یه دونه آیدی داره توی دیتابیس، وقتی روی این کلیک میکنه تو دیتابیس به اون در واقع میره اون دیتا رو پیدا میکنه میاره اینجا آمادهش میکنه، میگه روی این آیدی طرف کلیک کرده، پس این آیدی رو بعد تو دیتابیس من صفحه نمایش رو نشون بدم، چون ممکن قیمتش هم فرق بکنه، قیمتش مثلا چقدر، تو میری اینور یه گوشی میخوای اینور روی گوشی شیائومی کلیک میکنی 7 میلیون تومان، بعد بغلش هم مثلا پوشکی بچه هم میفروشه چقدر، مثلا 200,000 تومان. بعد نباید اینو تداخل بینشون پیش بیاد دیگه، نباید بحث تداخل بینشون پیش بیاد، اینها دیگه میشه بحث بک اند. شما فرانتشو فکر کنید، گرچه یه چیزی هم بگم اینا مربوط به شما فرانت کار هم نمیشه، یعنی باید بک اند کاریه ایجکس رو بلد باشه، یعنی کسی که بک اند داره کار میکنه باید ایجکس رو بلد باشه. بیشتر مواقع فکر میکنم اینا، یعنی بیشتر مواقع که ما اصلا خود ما که کار میکردیم در واقع فول استکی کار میکردیم، هر پروژه به خودمون بود، ولی به این صورت هستش که برای بچه های فرانت اینا رو درکی ندارن نسبت شد. چرا؟ چون بحث دیتابیس رو نمیدون. خب بریم توی این قسمت، من الان میخوام روی باتم چیه؟ الان میخوام برم روی کی کلیک کنم؟ روی بای. بای چیه اسمش؟ BTN اینفو. من میام اینجا مثلا مینویسم بای شاپ بنویسیم، نمیدونم یه چیزی بنویسید که متمایز بشه از بقیه. میام میگم برو اینجوری هم بشه، در واقع برمیگردم میگم، حالا مثلا برمیگردم میگم سکشن کلاس پروداکت یه بچه مستقیمی داره به نام سکشن، اینجوری میتونی بنویسی. من معمولا اینجوری مینویسم، حالا یکی دیگه میگه نه من درجه و کلاس رو میدم، اوکی بس فرق نداره. سکشن رو بعد برمیگردم میگم که سکشن کلاس کل 4 و بعد کل 4 برمیگردم میگم ای که کلاس شاپ رو داره، کلیک شد یه آلرت به ما بده برگرده بگه که اوکی. میام اینجا میزنم، آره اینجا میزنم، الان میاد کارم رو درست برمیگرد. خب میام اینجا، حالا برمیگردم میگم که ببین برو دنبال این بگرد دیگه، درسته؟ شما چه جوری برمیگردی میگی برو دنبال این بگرد؟ اینجا رو الان چجوری؟ اصلا اولین نشونش ایشونه. برمیگردم میگم که دالر سکشن کلاس بسکت برو فایند کن برو بگرد دنبال کی؟ این اسپن کو؟ اسپن کلاس ولیو، اسپن دات کلاس ولیو بسکت. خب پیداش کن و سی اس اس اش رو فعلا بیا برای من بک‌گراند کالرش رو بیا مثلا بکن بلو، بریم ببینیم این کارو میکنه یا نه، من نمیدونم. میزنم ببینین رو اومد براش تغییر داد. خب فایند کردم دیگه، بعد بقیه‌اش هم نه قبلش هم ننوشتم ها، فقط اینجا میدونم این انگار یه ساختمون خیلی بزرگ، رفتم کوچیک‌ترین ساختمون رو توش رو پیدا کردم. آره یه ساختمونی که اسمش هستش اسمم با کلاس ولیو در واقع ولیو بسکت. حالا برمیگردم میگم به جای اینکه اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ برمیگردم میگم که ما دستوری داریم توی جیکوئری به نام تکست، خب دستوری هم داریم به نام HTML. اینو تو جاوا اسکریپت چجوری ما استفاده میکردیم؟ دستوری داشتیم به نام اینر تکست و اینر HTML، درسته؟ این تکسته چیکار میکنه؟ شما میتونی توش ولیو بذاری، برگرد بهش بگو که باشه بشه 10، بریم ببینیم اتفاق میفته یا نه. میزنم شد چند؟ 10. خب به یه الگوریتمی برسید خود، من بیام اینجا یه let بذارم به نام counter، بذارم مقدار 0 و هر بار که این طرف روی این کلیک بکنه، شما وقتی که روی مثلا برید توی وبسایتی ممکنه طرف میگه
من میخوام شیائومی رو 5 تا ازش بخرم. خب میاد 5 بار روش کلیک میکنه. حالا شما تو اونا میتونید در واقع خریدای دست چی میگن تعداد بالا آره داشته باشید، یعنی مثلا میتونید اونجا کانتر داره مثبت میزنه زیاد میشه، منفی میزنه کم میشه. حالا فرض کن ما اصلا خیلی ساده نمیشه، میخوام در حرف رو با همینجوری کلیک کنه دونه دونه اضافه شه. حالا من میام براتون ساده نیستش، اینا یه راه کانتر بالا مساوی یکش کنم. خب اینجا کانتر رو چیکار کنم؟ پاس بدم، میام اینجا میزنم، شد 1 2 3 4 5 6 مثلا 6 تا از این. حالا یکی به من میگه، میگه از کجا میفهمه این محصول چیه؟ اینا به خدا میشه بکن، اینا میشن دیتابیس. اصل دیتابیس پیش میاد، از کجا میفهمه این چیه رو دیتابیس تعیین میکنه. اون طرف دیتابیسی باید پشت این نوشته باشه که طرف مقابل وقتی روی میزنه به اضافه میشه چه اتفاقی میفته. خب پس اینم حالا یه نحوه بسکت نوشتن رو به این صورت اومدیم این رو نوشتیمش و پیاده سازیش رو انجام دادیم. بیشتر برای چی بود؟ برای فایند کردن، می‌خواستم فایندر رو درک کنم.